سرخط خبرها، کشته شدن یک خبرنگار هندی در مرز افغانستان، کار پاکستان از دخالت کشورش در گذرگاه اسپین بولدک، و همچنان در اخیر تسلیت رئیس جمهور غنی به خبرنگار هندی. به نام خداوند بخشاینده مهربان، برای آگاهی از اخبار جدید روز لطفا این کانال را سابسکرایب نمایید. اشت صبح می نویسد خبرنگار هندی روی ترس در نزدیکی مرز افغانستان با پاکستان در قندهار کشته شده است. اشت صبح قندار. مقامات محلی در قندار می گویند که دانش صدیقی خبرنگار و عکاس خبرگزار روی ترس در نتیجه نبرد میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار منطقه مرزی افغانستان با پاکستان کشته شده است. خبرگزار رویترز مرگ دانش صدیقی را تایید کرده است. منابع محلی در ولسوالی اسپین بولدک قندهار در صحبت با روزنامه اش حساب گفتند که دانش صدیقی خبرنگار هندی خبرگزاری رویترز صبح روز جمعه 25 سرطان در نتیجه حمله طالبان در این ولسوالی جان باخته است. دانش صدیقی شهروند هند است و دو هفته پیش برای پشت جنگ به افغانستان آمده بود. در همین حال انترنشنال بزنس تایمز با نقل از منابع امنیتی در افغانستان گزارش داده است که این خبرنگار شب گذشته در نتیجه حمله طالبان زخم برداشته بود که پس از حمله دوباره صبح روز جمعه این گروه در ولسوالی اسپین بولدک قندهار در جنوب افغانستان جان باخته است. از سوی هم کمیته مسئولیت خبرنگاران اعلام کرده است که صدیقی هنگام تهیه گزارش از جنگ در منطقه اسپین بولدک کشته شده است. این کمیته از دولت و طالبان خواسته است تا از روزنامه نگاران محافظت کنند. به گفته این کمیته خبرنگاران نیز باید هنگام پشت خبری جنگ تدابیر ایمنی را مراعات کنند. در عین حال مرکز خبرنگاران افغانستان نیز گفته است که گزارشگر و عکاس خبرگزار رویترز در جریان پوشش نبردها در ولسوالی اسپین بولدک کشته شده است. علی حسینی خبرنگار بی بی سی نیز در توییت نوشته است که پیش از این موتر نظامی حامل این خبرنگار در قندهار مورد حمله قرار گرفته بود. بنیاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یعنی نی گفته است که حکومت باید قضیه قتل عکاس خبرگزار رویترز را بررسی کرده و نتایج آن را همگانی کند. این نهاد افزوده است که این خبرنگار در مرز میان افغانستان و پاکستان کشته شده است و باید در مورد این رویداد تحقیق شود که این خبرنگار از کدام جناح درگیر کشته شده است. نی تاکید کرده است که حفاظت از خبرنگاران در مناطق جنگی و غیر جنگی مسئولیت نهادهای امنیتی است. این خبر واکنش‌های گسترده‌ای را در قبال داشته است. دانش صدیقی برای اولین بار کار خود را به عنوان خبرنگار آغاز کرد و سپس به عکاسی خبری روی آورد. او در سال 2010 به عنوان کارآموز به رویترز پیوست. صدیقی در گزارش‌های خاص نبرد موصل، زلزله در نیپال و نیز بحران نسل‌کشی پناهندگان در روهینگیا، اعتراضات هنگ کنگ، شورش‌های دهلی و نیز بحران کرونا در هند را پوشش داده بود. صدیقی در سال 2018 به عنوان بخشی از کارکنان عکاسی رویترز برای مستندسازی نسل‌کشی پناهندگان روهینگیا در کنار عدنان آبیدی نخستین هندی است که برنده جایزه پولیتزر عکاسی ویژه شده است. این در حال است که انکار پاکستان و تاکید سالم مبنی بر دخالت این کشور در درگیری گذرگاه اسپین بولدک، روز گذشته عملیات سه هواپیمای A-29 افغانستان
بر مواضع طالبان در ولسوال استانبول در قندهار به دلیل هشدار نیروهای دفاعی هوایی پاکستان لغو شد. با گزارش اسپوتنی با نقل از تلونیوز گفت گوی سعودی نیروهای دفاع هوایی پاکستان با پیلوت افغانستان که از سوی منابع حکومتی به تلونیوز رسیده است نشان می دهد که این نظامیان پاکستانی به هواپیماهای افغانستان هشدار می دهند که به مرز نزدیک شدند. اما یک مقام نظامی افغانستان در یک پیام صوتی ادعا می کند که نیروهای دفاع هوایی پاکستان به هواپیماهای ارتش افغانستان هشدار دادند که به 18 کیلومتری نقطه صفری مرز استانبول در وچمن نزدیک نشوند. این منبع گفته که هواپیماهای جنگی افغانستان به دلیل نداشتن توان و مقاومت در برابر سیستم دفاع هوایی پاکستان عملیات را انجام ندادند و ناگزیر برگشتند. در همین حال پس از آنکه پاکستان اظهارات سالی را درباره واکنش نظامیان پاکستانی در برابر هر گونه تلاش برای تسخیر بندرگاه استانبول رد کرد، اکنون امرالله صالح بار دیگر در پاسخ به پاکستان گفته است بیش از 20 سال که پاکستان از وجود شورای کویته یا حضور رهبران حراس افغان طالب در خاک خود انکار کرده و افزوده است کسانی که با این طرح پاکستان چی افغانستانی یا خارجی آشنا هستند و دقیقا می دانند که صدور اعلامیه انکار از سوی پاکستان تنها یک پاراگراف از پیش نوشته شده است. یادآوری میکنیم که چند روز پیش کنترل گذرگاه استانبول از دست نیروهای دولتی افغانستان بیرون و با کنترل جنگجویان گروه طالبان پیوسته است. و در اخیر خبری که رابعه سادات روی برگه فیسبوک خود پست نموده است، رئیس جمهور غنی کشته شدن دانش صدیقی خبرنگار روی طرز را به خانواده وی و رسانه های افغانستان تسلیت گفته است. صدیقی در گزارش های خود نبرد موصل، زلزله در نیپال و نیز بحران نسل کشی پناهندگان در روهینگیا، اعتراضات هنگ کنگ، شورش های دهلی و نیز بحران کرونا در هند را پوشش داده بود. تشکر از این که تا آخرین ویدیو همراه ما بودید. منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. تا وجه دیگر، الله یار و حافظ و نگهدار شما باد. خدا حافظ.